بهش عشق، اعتماد و به تعبیر عمیق یعنی سرسپرده. یعنی کاملا اگر من به خدا اعتماد دارم، خودم رو به اون میسپارم و این معنای همون توکل به خدا است که از آگاهی نیز نشأت می‌گیرد. باز شاعر میگه زگیتی دو کس را سپاس، یکی حق شناس که ما به دنبال حقیقت رفتیم و حقیقت ما را آزاد کرد، اگر حقیقت رو شناختیم با اون زندگی کنیم، یکی حق شناس و یکی حد شناس. من فقط اعلام نکنم عیسی مسیح به خاطر گناهان من روی صلیب رفت مرد و قیام کرد بعد رسول بس دیگه. نه من و شما سهمی داریم. مسیحیت یعنی مسئولیت، مسیحیت یعنی که من مال کلیسایی هستم که تو اون کلیسا خدمت رو باید انجام بدم، باید خدمتم رو بدونم چی هست، سهم من چی هستش. حتی مسیحیت فقط این نیست که ما کلیسا بریم کلام بشنویم، کلام میشنویم میریم کلیسا، خدمتت چیه؟ هر کسی از پای سوال کنه من تو این کلیسا چه خدمتی میدم؟ اگر ما این هستید خداوند رو خدمت کنید به من و همچنین به خادمین کلیسا میتونید اعلام کنید، به روبن عزیزم امیر عزیزم برادر یوسف اعلام کنید مشغول خدمت بشید، چرا که خداوند شما رو برای کلیساش خونده تا در این کلیسا در کنار که روش میکنید بتونید دستی باشید از طرف خدا تا باعث جلال نام خدا بشید. باز نویسنده این مزمور نوحای در میگه آنانی که تو را میشناسند بر تو توکل میکنند زیرا تو ای خداوند طالبان یعنی وفاداران رو طالبان خود را ترک نخواهی کرد. نویسنده به تجربه این رو یافته ولی این رو یافته که وقتی آگاه میشه توکل به خدا میکنه وفادار هست وجود اون یک آرامش میاد. این آرامش از گفتار درمانی نیست که از واعظ میاد، این آرامش از روح القدسه که آرومت میکنه، چرا که اعتماد داری به کاری که میکنی، میگی خداوند من دارم تو رو خدمت میکنم و فقط تو رو خدمت میکنم، لطفا کشیش خدمت نکنی، دوستش داشته باشی برش دعا کنی، کشیش خدمت نکنی، کشیش خدمت کردی لغزش میکنی، مسیح رو خدمت هرگز تو رو لغزش نمیده. نمتمنگ باش که تموم عباد زندگی تو رو نیز در نظر خواهد.